پیار الکترونیک مدل 5225 سری A، خروجی 0 تا 4000 هرتز تکو و خروجی 0 تا 20 میلی آمپر. تغذیه رو به دستگاه وصل کردی، ورودی سیگنال جنریتور 0 تا 4 هرتز رو باید کالیبره کنیم و خروجی هم یک خروجی رو به مولتی متر، خروجی ولتاژش جریان رو میلی آمپرش رو گرفتیم و یک مولتی متر هم ورودی ولتاژ سیگنال ورودیمون رو. ماژول رو با نرم افزار کالیبره کردیم، همونطور که مشاهده می‌فرمایید ورودی 0 تا 4000 هرتز و خروجی 0 تا 20 میلی آمپر. در حال حاضر سیگنالمون روی 2000 هرتز هستش که تقریبا وسط سیگنالمون هستش، به وسط رنجمون هستش. خروجی 10 میلی آمپر تقریبا داره نشون میده، که البته اگه من اینو دقیق تر بکنم خروجی هم دقیق تر خواهد بود. حالا تقریبا 10 میلی آمپر هستش. فرکانسی 4000 هرتز که آپر رنجمون هستش تقریبا باید 20 میلی آمپر رو نشون بده، که همونطور که مشاهده میکنید 20 میلی آمپر رو نشون میده و این دستگاه کاملا کالیبره هستش. یک موضوع دیگه که خدمتتون باید عرض بکنم این هستش که PR 5225 یک تریشهولد داره، شما نمیتونید از یک ولت پایین تر خروجی ازش بگیرید. یعنی من الان دامنه ورودی را میتونم با این سیگنال جنریتور تغییر بدم، الان دامنه من تقریبا روی 4 ولت هستش. همینطور که میبینید با 4 ولت تقریبا من خروجی دارم، دامنه رو میارم پایین تر روی 1.3 اومدم زیر 1 ولت، روی 256 اصلا خروجی ندارم. اگه یک کم بالاتر ببرم ببینید دوباره خروجی برمیگرد. 250 ولت چیش فولدمون هستش که زیرش هیچ سیگنالی بهمون نمیده.